جوانان قشری که همواره ستون فقرات یک جامعه بیان شدند. اما شمار زیاد از این جوانان این شب روزهایشان را با استفاده از تابلت های پرگابلین و ترامادول سپری می کنند. بر اساس گزارش ها استفاده از تابلت های نشه آور در میان جوانان در ولایت بلخ در این اواخر افزایش یافته است. کبد یا جگر ضعیف بسازه، انزایمای کبدی شخص بالا بره، مقدارهای بلندش میتونه انحطاط تنفسی بته، حتی خدا نخواسته مقدارهای بلندترش باعث توقف تنفسی و باعث مرگ هم شده میتونه. به گفته آقای الفت، پرگابلین عمدتاً به مریضان شکر و اختلالات روانی توصیه می شود، اما اگر از مقدار معین آن بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد خواهد شد. جوانان بسیار در بلخ که حاضر نیستند در برابر دوربین قرار بگیرند میگویند که برای خوشگذرانی و فرار از دام تلخی های روزگار و همچنین دسترسی آسان به این تابلت ها رو آوردند. اما داروفروشان دسترسی آسان به تابلت های اعتیاد آور را رد میکنند و میگویند بدون نسخه دکتران این داروها را به کسی نمیفروشند. فعلا یک کم تم تقاضا زیافتر شده با می دلیل چون این دوای مخدره کس از جمله دوای مخدره توسط ریاست ساتامه اصلا توسط همی وزارت ساتامه فروش ازی ممنوع می باشه، چون به دلیل ازی که یک دوای اصاب است ما از قبلا هم بدون نسخه صفدان می کنیم و به جوانایی را که ازی کار رجوع می کنه و برشان می گیم که این دوا فروشش بدون نسخه اصلا مجاز ندار، بدون نسخه به فروش نمی رتنیم، اگر نسخه باشه چون ضرورتش از دکتر صف توصیه کنم و برشان می شیم. ریاست صحت عامه بلخ نیز در صحبت به رسانه ها از قوانین سختگیرانه برای فروش خودسر این داروها سخن می زنند و می افزایند که با فروشندگان آن برخورد جدی خواهد شد. من تقریبا چې د ادرس او میلی ګرام چې دی زیاتره چې تحقیقات کړل د ادرس او میلی ګرام فروش کپ نوڅه کې می هم باید دا منی او یو سل 50 ته اجازه شته د ادرس او میلی ګرام موږ تر اوسه پورې 1200 وخت راټول کړی دی او هغه مارک کړی دی وسم تازه به قریب تقریبا 1500 وخت راټول کړی دی. نگرانی ها در رابطه به افزایش استفاده از تابلت های نشه آور در میان جوانان به ویژه محصلان در بلخ در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش ها در کنار قاچاق این تابلت ها از خارج در این اواخر تولیدات آن در داخل افغانستان نیز افزایش یافته است.